امام معصوم علیه السلام فرمود که فقرای امتی از مو فقرای مومنین سال یک دفعه و امیرایشی سال دو دفعه یعنی زیادتر از یک دفعه باید بوره در زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک مورد داریم ائمه گفتن برای پدر ما اربعین بگیری موسی بن فرموده باشد که برای پدرم امام صادق اربعین بگیری میخوای علی سر بوده برای امیرالمومنین بوده برای خود رسول خدا بوده کجا بوده پس ما این را کجا در آوردیم اربعین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز در این برنامه میخوایم که صحبت های دو تا روحانی را در ارتباط به اربعین با همدیگه بشنویم و ببینیم که چقدر تفاوت و فرق داره بین گپای این دو تا روحانی شیعه اول میریم صحبت های این روحانی جوان را که احتمالا و ظاهرا هزاره هست و از کویته پاکستان صحبت های ایشان را در ارتباط به زیارت و در رابطه به اربعین میشنیم و بعدش صحبت های یک ملای دیگره که آیت الله هست در واقع صحبت هایشان رو میشنیم بریم ببینیم که این روحانی جوان در مورد اربعین و در مورد زیارت چه چی چیزهایی برای گفتن داره و تاکیدات فراوانی ائمه معصومین علیهم السلام است که زیارت امام حسین علیه السلام به هیچ صورت باید ترک نشنه منی بعضی از روایات هم ده که امام معصوم علیه السلام فرمود که فقرا خب ببینید یک مشکلی که در نمی قسمت از از گپای ایشان وجود داره این است که میگه ائمه معصومین علیه السلام گفته ولی در هیچ جای ارجاع نمیده که در کجا دقیقا در کدام حدیث چنین چیزی گفته و کدام یکی از ائمه گفته ائمه جمع امام هست و شامل تمام دوازده امام میشه مسئله دوم و مشکل دومی که در صحبت هایشان وجود داره اینجاست امام معصوم علیه السلام فرمود که فوق امام معصوم علیه السلام امام معصوم کی هست ما امامی به نام امام معصوم اصلا نداریم معصوم صفت هست صفت هر امام حالا در باور شیعه یعنی تمام ائمه معصوم هستند ولی ما امام معصوم نداریم که بگیم مثلا امام معصوم فرمود وقتی امام معصوم میگیم یعنی مسئله گنگ است فقرای امت از فقرای مؤمنین سال یک دفعه و امیرایشی سال دو دفعه یعنی زیادتر از یک دفعه باید بره د زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ببینید ایشان میگه که فقرا یعنی کسانی که در از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند اینا حداقل سال یک دفعه و اونهایی که در وضعیت بهتری وجود داره و امیر هستند اونا سال دو دفعه به زیارت اب عبدالله حسین برن این که حالا ای چی قدر درست هست یا نیست اون یک بخش جداگانه هست که باید در مورد صحبت شود اما این آقا که به احتمال خیلی زیاد هزاره هست فکر میکنم که در مورد مشکلات و موزلات جامعه هزاره اصلا اطلاع نداره و نمیدانه و اگر هم میدانه برایش اهمیت نداره اینکه هزاره ها به عنوان یک جامعه آسیب پذیر به عنوان یک جامعه ای که از هر شرایطی نسبت به هر قوم و قبیله دیگه در اون محوطه جغرافیایی در معرض هزار رقم مشکلات و قرار دارن ای آدم نمیفهمه که چون مردم چنین مشکلات را داره بعدش همه مردم را تشویق میکنه که شما از دان اولاد و از زن خود بزنید برید به زیارت ابا عبدالله الحسین طبقه امیر و طبقه اعیان هزارا نمیدونم که چقدر است اونا رو میگه شما سال دو دفعه باید برین به زیارت ابا عبدالله الحسین در کربلا خب بحث این است که آیا زیارت زیارت کردن کربلا رفتن و در اربعین شرکت کردن جزء از اون دستورات اسلامی هست و اگر هست در کجای قرآن که معتبرترین کتاب مسلمان ها هست در کجای قرآن به چنین چیزی امر شده خب حالا در بین ملاها هم مسئله این است که در بین خود ملاها ملاهای شیعه روحانیت شیعه هم یک توافق نظر در این رابطه وجود نداره ملاها و روحانی هستند که کاملا رد میکنند. حالا بریم این روحانی دیگر که آیت الله هم هست یا پایشان رو بشنویم که ایشان در مورد اربعین و در مورد این سنت زیارت چی میگه؟ در شیعه بسیاری از مسائل و سنن بر خلاف سنت رسول خدا داره انجام میشه مسئله اربعین سابقه نداره دویست و شست و پنج سال بیش از دویست و شست و پنج سال دوران امامت ائمه علیهم السلام بود یک مورد آیا در روایات داریم ائمه گفته باشن برای مرده هاتون اربعین بگیرید آقا 265 سال یه هفته و یک ماه نیست بیش از دو قرن و نیم دوران خلافت ائمه علیهم السلام بوده خلافت الهی اونها بوده یک مورد داریم امام رضا به کسی فرموده باشه برو واسه پدر دربعین بگیر هر روزم یکی میمرده دیگه مسئله مرگ و میر هر روز بوده یا یکی خالش میمرده عمش میمرده از اصحاب میمردن پدرش میمرده این چی نبوده که هر صد سالی بگذره یکی بمیره مبتلا بهترین مسئله در زمان ائمه علیهم همین مسئله مرگ و میر بوده افراد فوت میکردن از اصحاب فوت میکردند نه تنها برای خود ائمه علیهم السلام برای خود اصحاب یک مورد داریم ائمه گفتن برای پدر ما اربعین بگیرید موسی جعفر فر... ایشان گپ اون آقای قبلی را ملای هزاره را کاملا رد میکنه ایشان یعنی همون ملای جوان میگه که اول میگه که ائمه معصومین علیه السلام یعنی تمام امام ها گفته و بعد امام معصوم علیه السلام گفته که فقرا باید یک بار و عمرها یعنی کسایی که از لحاظ اقتصادی و ازشان بهتر اینا سال دو دفعه باید برن زیارت کربلا اما این آقا کاملا گپ اون ملای قبلی را رد میکنه دوستان ناراحت نشین گپ من نیست من دارم سخن دو تا روحانی را که برای اکثر از مؤمنین و کسانی که مذهبی هستن هر دویش مرجع هست و هر دویش سواد دینی داره گپ این دو تا رو با دیگه مقایسه میکنم میبینیم که در گپ همی دو نفر یک توافق وجود نداره یکش گپ دیگهش رد میکنه این آیت الله گپ اون ملای جوان را کاملا رد میکنه اون میگه که امام معصوم علیه السلام و در چندین جای گفته اما ایشان میگه شما یک مورد رو برای من نشان بدین که در روی یکی از ائمه گفته باشه که شما برای مرده های خود اربعین بگیرین و برین یعنی مراسم بگیرین موده باشد که برای پدرم امام صادق اربعین بگیریم میخوام مجلس اربعین بوده بله اینا حتی میگه که یک مورد را شما پیدا نمیتونین که خود ائمه گفته باشه که حالا بر دیگران برای پدرهای ما یعنی برای آبای ما یعنی کسانی که از خاندان اونها میموره برای این بگیرین میگه یک مورد حتی وجود نداره برای امیرالمومنین بوده برای خود رسول خدا بوده <متصفح> کجا بوده پس ما از کجا در آوردیم اربعین اربعین نه برای مرگ امام علی بوده نه برای مرگ خود پیامبر اسلام بوده ایشان میگه پس ما را از کجا در آوردیم برای چی آخه؟ اگر یک شخص از مخالفین ما از برادران اهل سنت بیاد بگه این مجالسی که شما تشکیل میدید به گفته خودتون آیا در کتب اهل بیتتون هست یا نه چی جوابی ما داریم بدید پس بنابر این مسئله اربعین فقط اختصاص به سید شهدا داره رسول خدا فرمودند سه روز ترهیم و سلام پدر ما فرمودند چون رسول خدا فرموده و سنت بر سه روز است شما هم برای من سه روز باید بگیرید اونم در منزل و در خصوص اربعین هم فرمودن این بدعت است ببینید دقیقا ایشان حتی روایت را که میگه از خود امام وجود داره و در سنتی که در اموزمان زمان بوده و خیلی هم اقلانی هست این است که وقتی کسی فوت میشه سه روز باید برنامه ترحیم بگیرن و اونم در داخل منزل و بدون از که باعث اذیت و آزار دیگرا شود اما ببینین که خب مناسک مذهبی ما و شما از اون اصل خودش تا چی اندازه دور شده ما ایر در برنامه های قبلی هم گفتیم خب مشکل اکثری از عزیزان این است که تعصبشان تعصبات مذهبیشان اونقدر زیاد هست که هر حرف متفاوت را که در تضاد با اون های متداولی که همیشه شنیده باشه اونا را حمله میدانه اونا را توهین میدانه اونا را تخریب میدانه در حالی که خب ما و شما انسان 2024 هستیم یعنی انسان های قرن 21 و انسان های عصر اینترنت هستیم بنابراین ما باید مراسم و مناسک و باورهایی که از نسل های قبلی ما یا رفتارهای مذهبی که از نسل های قبلی ما برای ما میراث مانده را یک کم مورد سبک سنگین قرار بدیم یک کم مورد تفحص و کنجکاوی قرار بدیم ببینیم که واقعا این رفتارها یا این مناسک یا مراسمی که به اون شیوه و سبک برگزار می شده دلایلش چی بوده خب ما و شما تغییرات بسیار بسیار عمیق و عمده و بسیار زیاد را در نحوه برگزاری مناسک و مراسم مذهبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شاهد بوده یعنی در طول این چهل سال اخیر نحوه و شیوه برگزاری مراسم و مناسک مذهبی تغییرات عمده کرده و دلیلش هم مشخص است خب در ایران یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه سر قدرت آمد و جمهوری اسلامی را تدوین کردن و ترک کردن و در ابتدا اونها میخواستند که جمهوری اسلامی یک نمونه موفق هست که دموکراتی دموکراسی و اسلام را ارزش های اسلامی را با همدیگه تلفیق بکنن تبدیل به جمهوریش بکنن و همون رقم که حتما دیدین و شنیدین که اون رهبران جمهوری اسلامی یا جا رهبران انقلاب اینها یک اعتماد به نفس برایشان ایجاد شد که این سبک یا این شیوه از نظام اسلامی را صادر بکنند به کشورهای دیگه و بعدش در این میانه به یک نحوی بین عربستان سعودی کشورهای سنی مذهب و ایران شیعی تحت حاکمیت ولایت فقیه یک تناقض و تضاد به وجود آمد و به مو خاطر حکومت جمهوری اسلامی تلاش کرده که از همون روز به بعد مراسم و مناسک مذهبی شیعی را بسیار شاخ برگ بیشتر برش بیته مراسک بسیار شکوه بیشتر باید برش داده شود که تا در وقتی که مثلا مسئله اربعین تنها امروز یک مسئله دینی و مذهبی نیست دینی که اصلا نیست ولی مذهبی نیست به خاطر ازی که اربعین مثل این آقا که میگه سابقه نداره چرا قدر شلوغ شده چرا قدر شکوهش هر روز بیشتر و بیشتر شده میره به خاطر از که یک نوع زور آزمایی در برابر آل سعود است یعنی حکومت جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از طریق رسانه ها از طریق تبلیغ از طریق نمایش شیعیان بیشتر را یعنی این فرهنگ را در واقع در بین شیعیان ترویج بکنن و این مناسک را تبدیل به یکی از دستورات واجبی مردم شیعه بکنند که تا اینها همیشه بزرگ ظاهر شوه و به یک نحوی یالوکوپال برای رقیبان سیاسی خود نشان بتن ببینید که ما چی اندازه بر شیعیان جهان نفوذ داریم به خاطر دوستان ما کار به اونایش نداریم ما تمام حرف این است که جامعه هزاره در این گیرودار در این بازار آشفته سیاست یک جامعه به شدت آسیب پذیر هست ما و شما باید تلاش بکنیم یعنی حرفای ما هرگز با اونی که چاری از دوستا ما را متهم به در واقع توهین و نمیدانم تخریب دین مبین و فلان اینا میکنن ولی هدف واقعی ما این است که ما و شما رفتارهای مذهبی ما رفتارهای دینی ما و این نمایش های را که از خود بروز میدیم ما نباید تحت تاثیر جوی که از طرف حالا قدرتمندها ایجاد میشه تحت تاثیر ازی بریم و بعد قربانی شویم چون وقتی که یک رقابت تنگاتنگ در مسئله رهبریتی اسلام بین عربستان و بین ایران وجود دارد در دا این طرف ترکیه هم تازه در خودش نمایش میده اما یک رقابت تنگاتنگ از از دهه 80 به بعد بین عربستان تحت حاکمیت آل سعود و همین دی ای طرف ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه به وجود آمده و اینا تمام تلاششان رو میکنن که نفوذ خود را در جهان اسلام بیشتر و بیشتر بکنن و به یک نحوی ادعای رهبری جهان اسلام را دارن خب اینا کارشان همین است سیاستشان همین است قدرت و زورش دارن اما ما جامعه هزاره نباید چوب سخت و نباید ابزار برای به قدرت رساندن اونها شیم چون وقتی که مثلا گروه های مثل دایش و لشکر جنگوی و امثال اینا اگر بخواین انتقام بگیرن یا حمله بکنن اینا بر همو اقشار ضعیف جامعه حمله میکنن مثلا شیعه های لبنان برای خود حزب الله را داره و از این طرف ایران هم با تمام معنا کمکش میکنه شیعه های زیدی در یمن یک شیعه های یک از شیعه های بسیار مردمان بسیار سلحشور سلح و تا دندان مسلح هستن و باز هم ایران اونا رو کمک میکنه و خاطر موقعیت اون یمن موقعیت جغرافیاییش هم از لحاظ یزی که عربستان رو دوچار چالش بکنه و هم بخاطر اون تنگه که اونجا قرار داره عبور و مرور کشتی ها خب ایران به اونها کمک میکنه که تا از, از اون طریق برای رقبای سیاسی خود مشکل ایجاد بکنه و اونا هم یعنی شیعیان زیدی هم در واقع نف میبرن به این طرف اگر در عراق بیایم عراق هم کشور یعنی حکومت خودش داره بیش از 60 درصد مردم عراق شیعه هستند حکومت عراق حکومت شیعی هست و باز هم یعنی تحت حمایت و سپورت ایران قرار داره تنها در دا پاکستان هم شیعیان پاکستان به حال پاکستان یک کشور دموکراتیک است یک دولت قوی داره به او شکل تحت تهدید نیستن یعنی بیشترین آسیب را در این زدوبندها و در این گیرودارها هزارها در افغانستان میکنند. چون ما هیچ حامی نداریم متاسفانه جمهوری اسلامی ایران هم از هزارها اونطوری که باید هیچ وقت حمایت نکرده و همیشه از هزارها به عنوان ابزار برای ر... امو رسیدن به اهداف قدرت سیاسی خود از هزارها استفاده کرده و هیچ نوع کمک و حمایت برای هزارها نکرده ما و شما شاهد یعنی در دوره جهاد در افغانستان در دهه 80 بودیم که اینا چگونه چه چی چیزای بر هزارها ها میفرستاد و چه چی چیزای بر گروه های دیگه میفرستادن و همین رقم در طول 40 سال که هزارها در ایران مهاجر هستند بینیم که بیشترین حجم از تحقیر و توهین و افغانی و نمیدانم فلان اینا را هزارها کشیده چون از لحاظ ظاهری اینا مشخص هستند دوستان عزیز کار ما ما کار به بازی ایران و عربستان نداریم کار به چیز به مسائل دیگه ای نداریم هدف شخص خود ما با عنوان یک فرد کوچک مربوط به جامعه هزاره که درد شادیش خوشبختیش بدبختیش به ما برمگرده این است که ما و شما در رفتارهای خود باید عاقلانه رفتار بکنیم یعنی در مناسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی و در مناسبت به شرایط جغرافیایی خود عمل بکنیم نباید تحت تاثیر احساسات مذهبی بریم بیش تعصبات بیش از حد احساسات بیش از حد مذهبی ما را برای ما دردسر ایجاد میکنه اگر موافق هستین نظر خود را بنویسین اگر مخالف هستین هم نظر خود را بنویسین اما بگذارین که این بحثا در یک فضای سلحامیز در یک فضای اقلانی تر ادامه پیدا بکنه اگر مخالف هم هستین مخالفت, مخالفت خود را با زبان و ادبیات در خورد بنویسین با،, با, احانت با دشمنی با ترد با توهین با تکفیر با این چیزا مشکل حل نمیشه نه ما از این چیزا میترسم و کار خود را متوقف میکنم و نه ما به جایی میرسیم بگذارین که این فضا به همین شکل عاقلانه باشه محترمانه باشه و صلحآمیز باشه